خب من در محوطه که هستم در میدان یا پلازای دک هامرشولد هستش در مقابل سازمان ملل متحد، سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی، از گروه‌های هوادار سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت تظاهرات سالانه‌ای دارن در برابر سازمان ملل وقتی که رئیس جمهور اسلامی صحبت می‌کنه. و با توجه به حوادثی که رخ داده، به ویژه حادثه رخ داده کمتر از 24 ساعت گذشته، یعنی آزادی گروگان‌های آمریکایی و حضور رسیدن اونها به خاک آمریکا، همراه هستم با رامش سپهراد، دکتر رامش سپهراد، سخنگوی سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی، و واکنش این گروه رو نسبت به این تفاهم بین دولت بایدن و جمهوری اسلامی رو ببینیم و بشنویم. بله، ببینید، آزادی سازی این 6 میلیارد دلار که واقعا متعلق به مردم ایران هست و برای سرکوب مردم ایران این رژیم ددمنش استفاده خواهد کرد، کاملا نشان دهنده یک سیاست ورشکسته مماشات هست و ما اینو شرم‌آور می‌دونیم برای دولت بایدن. و به خاطر همین هم هست که هزاران نفر از ایرانیان آمریکایی که امروز در خیابان‌های واشنگتن هستیم، اینجا در مقابل سازمان ملل اینجا ایستادیم و شعارمون چی هست؟ که کرسی سازمان ملل متعلق به مردم ایران هست، نه یک جلادی که مسئول کشتار 67، مسئول کشتار سال 1400 401. بنابراین ما مردم ایران اینجا هستیم که میخواهیم به مردم ایران بگیم که ما پشت شما ایستاده ایم و ما میخواهیم از شما که بدونین که صدای شما امروز در نیویورک شنیده میشه، صدایی که شعار میده مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. تمام ایرانیایی که ضد شاه و ضد شیخ حسن اینجا در این صحنه هستن که هزاران نفر هستن و پیام مردم ایران رو در خیابانای نیویورک و در حال در سازمان ملل صداشون شنیده خواهد شد. بسیار ممنون. سیامک، اون فردی که مصاحبه ما را تقریبا داشت مختل میکرد از هیئت همراه ابراهیم رئیسی، خبرنگار صدا و سیما هستش که به همراه رئیسی اینجا آمده و خب این حرکتی که انجام داد از این مسیر ترددی هستش که برای عامه گذاشتن. البته کسایی که میتونن مجوز دارن برن به سازمان ملل و خب اینم به نوعی واکنش دیگری بود از سوی جمهوری اسلامی. خانم دکتر سپهراد، خیلی ممنون. اجازه بدین این واکنشی که ما الان توی صحنه دیدیم اینجا نشون دهنده اینه که اینا چقدر از صدای واقعی مردم ایران وحشت دارن و مردم ایران باید بدونم که ما نمیگذاریم صدای اونها در حتی در این آمریکا ساکت بشه. بنابراین جنگ در ایران، جنگ در نیویورک امروز بر علیه رژیم ادامه پیدا خواهد کرد تا اینکه این رژیم سرنگون بشه. خیلی ممنون. خیلی ممنون از وقتتون. سیامک. خیلی ممنون فرهاد. از خانم رامش سفرادم تشکر میکنیم. آره اتفاقا آقای یوسف سلامی رو همه میشناسن و ایشون هم خب علاوه نیویورک اومده با این گروه و جالبه که دیشب در جلسه‌ای که برای آقای رئیس برگزار کرده بودن، روزیتا هم لحظه پیش در گزارشش نشون داد که همین آقای یوسف سلامی بود که اون سلفی رو به اصطلاح گرفته بود با آقای احمدی نژاد، با آقای رئیسی و غلام حسین اسماعیلی هم در اون تصویر دیده میشد در کنار آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی. نکته جالبش اینه که اون جلسه که با دعوت از بخش مسئولان یا اشخاص سرشناس نشریات و رسانه‌های آمریکایی بود، از ارشد تلویزیون‌ها و روزنامه‌های آمریکایی اونجا حضور داشتن، به اینها گفته شده بود که این جلسه خصوصی خواهد بود یا به اصطلاح گفته بودن آفتر رکورد خواهد بود. بعد این آقای سلامی با دوربین صدا سیما رفته تو اون جلسه و این افراد رو گذاشتن در شرایطی که مثلا بیان حرف بزنن یا اون چیزی که ایشون دوست داره برای ازش گزارش تهیه بکنه و اونا همه در واقع نپذیرفتن که حرف بزنن و علنا گفتن بهشون که به ما گفته شده بود این جلسه آفتر رکورد و بعدم اتفاقاتی که خود آقای رئیسی عنوان کرده که حالا میتونید برید صحبت‌های من رو نقل بکنید در رسانه‌ها. یعنی شیوه گزارشگری است در صدا و سیما و اینم روشی است که در واقع بیان جلوی دوربین رسانه‌ها که به هر شکل ما مشکل خاصی باش نداریم.